سلام 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 برنامه کتاب باز شروع شد در فصل قبلی کتاب باز آقای حبیب احمدزاده نویسنده و فیلمنامه نویس که از مهمانهای برنامه ما بودند اونجا در کنار صحبت مختلفی که شد یه بحثی هم شد درباره این کتاب کتاب کد 24 یا بوفکور چگونه ساخته و پرداخته شد پژوهشی از حبیب احمدزاده این کتاب با انتشارات سوره مهر با همکاری پژوهش کرده، دانشگاه هنر منتشر کرده درباره این کتاب که صحبت شد به چند علت صحبت مهمی بود یکی صادق ادایت یکی بوفکور و یکی چگونه ساخته و پرداخته شدنش و همونجا ما از آقای احمدزاده قول گرفتیم که در یک برنامه به طور کامل به این کتاب کتابی که مهمه و پر اهمیته بپردازیم شما هم از ما این رو خیلی خواستید و حالا الوعده وفا از آقای احمدزاده خواهش کردیم که دوباره مهمان برنامه ما باشن اما اول از زبان چند کارشناس درباره این کتاب و اهمیتش بشنویم و بعد گفتگو رو شروع کنیم این اثر میتونه یک یه،, یه انقلابی در نگاه ما به هدایت ایجاد بکنه خیلی باید مورد استقبال قرار بگیره الان صادق دایت یا مرتد یا قبوله ما صادق دایت نویسنده رو فراموش کردیم صادق دایت نویسنده یه چیزی است برای این دوتا و باید مورد بحث قرار بگیره آقای احمدزاده در تحقیقشون به نکاتی اشاره کردن که بسیاری از اون روانشناس ها، جامعه شناس ها، ادبا, مورخین و غیره ای که راجع به صادق هدایت صحبت شدن خبر نداشتن ازش بنابراین خوشحال هستم که امروز در محضر شما بزرگواران دارم درس پس میدم و اینو یه جور جشن میدونم جشن میدونم برای اندیشمندانی که میخوان حقیقتا تمام اندیشهایی رو که در پس اثار و قرون به سوی اونها پرتاب شده دیکود بکنن این کتاب امکان اینو داشت که متول بشه بشه سه جلد چهار جلد ولی این که به شکلی بسیار موجز به اصطلاح بدون اینکه خودش بخواد رد پای خودش رو به رخ بکشه نوشته شده و این فوق العاده ارزشمنده اون کار کاری که حرفهای تازه‌ای داره که تا کنون در آنچه که درباره بوفکور نوشته شده نیامده و اون کشف راز و رمز های نویسندگی صادف دایت در نگارش این رمان هست که من تصور می کنم کتاب آقای دکتر احمدزاده این گام رو در یه دوره خاصی از نقد ادبی ایران برداشته است. آقای حبیب احمدزاده به کتاب باز خیلی خوش اومدین سلامت باشین منم خوشحالم که دوباره خدمت رفیقمون ارادت ارادتمنده آقای احمدزاده اگر که کتاب کد 24 یا بوف کور چگونه ساخته و پرداخته شد و اون برش نشون بدیم خیلی اتفاق جالبیه پشت جلد این کتاب میبینیم که آدم های مختلفی با اندیشه های مختلف اندیشه های مختلف ذهنی، سیاسی، اجتماعی این کتاب رو خوندن و دربارش نظر دادن آقای رضا امیرخانی نویسنده آقای علی دهباشی مدیر مجله بخارا آقای کیانیان نویسنده و بازیگر آقای خسرو سینایی آقای حسین پاکتل آقای اکبر عالمی آقای مسعود فراستی آقای جهانگیر هدایت جناب هدایت الله بهبودی دکتر محمد مهدی بهادروند، آقای مسعود جعفری جوزانی، آقای مهدی کلهور، آقای بهروز افخمی و آقای وحید یامینپور. چرا این کتاب اهمیتش چی بوده که آدمهایی با طرز فکرهای مختلف خوندن و نظر دادن؟ اجازه بدید من یکی از نظرها رو بخونم. مثلا نظر آقای خسرو سینایی. تحقیق و کتابی که نه به دنبال بودسازی است و نه صرفاً بود شکستن و دعوا راه انداختن بلکه تنها و تنها هدفش بالا بردن درک و شناخت ما از موضوعات پیرامون خود اوست خب نگاه کنید اگر موضوع تحقیق اول خود اون فرد رو دلیل شروعش رو مجاب کنه فکر کنم مشکل حل یعنی من یه فردیم کتابایی رو می‌خونم، بعد میخوام این مفهوم و معنای کتاب چیه اگه خ... واقعا با خودم صداقت داشته باشم اول بعد میتونم این صداقتم به دیگران عرضه کنم یه دست نه من به دلایلی مثلا من جامعه شناسی خوندم من عربی مثلا مثلا یا هر شکل دیگه بعد حرفای من رو مخاطب عام یا جامعه بهش سندیت نمیده اعتبار نمیده که این حرفا رو بشنوم میام اسم یه نویسنده معروف به اسم نقد یک نویسنده معروف اینها رو در واقع منتشر میکنن خود خود بعد از یک مدت به نظر من خورشید از پشت ابر میاد بیرون و مشخص میکنه این حرفا نقدایی که من در رابطه با یه فرد دارم انجام میدم در واقع بزرگ کردن خودمه دیده شده نه افکار خودمه که الان منتسبش کردم به یه فرد دیگه شاید اولین کاری که من کردم خودم خواستم اینو بفکر یعنی چه معنی چیه چرا اصلا هدایت بوفکور رو نوشته چرا براتون مهم بود که بوفکور یعنی چه نگاه کنید اول اینکه هدایت در یک دوره خب یک از نویسندگان مطرح همونطوری که الان هم هست بله ولی مهم اینجاست که ما هدایت در واقع به کتاب بوفکور برامون شده یه صد یعنی وقتی صحبت می‌کنیم به دیگه نویسنده‌ها چیزی جالب پیش هم میگن ناخداگا میخوان بوفکور رو مطلق حرکت قرار بدن حالا برم بالاتر از یا قضایی به من نظر من ما یک کتابی در حدود هشتاد سال پیش نوشته شده و اون رو بله ما این رو باید به یه پل تبدیل کنیم نه یک دیواره و صد غیر قابل نفوذ و سعی کردم با مهندسی معکوس بدون اینکه به عنوان قاضی تحقیق نه قاضی قضاوت که این رو در اختیار عوام قرار میده که اونها نظر بدن قرار بدن یعنی به عنوان یه کتابی که مهم بوده در تاریخ ادبیات معاصر کشورمون اومدیم و گفتیم که یه نقدی که در واقع بررسی کنید که چه جوری این کتاب شکل گرفته کنید این شکل بهتر بگیم اول ما دو دسته برخورد داریم با کتاب هدایت یا خود شخص هدایت یه وقتی میخوان شروع کنین درباره هدایت صحبت کردن میگن اصلا هدایت چیه که میخواد درباره صحبت کنه اصلا ارزش پرداختن نداره داستانش تمام شده است بذاریم کنار شیطان یا هر چیز دومین دسته میگن اصلا شما کی هستید که میخواد درباره هدایت صحبت کنه هر دو هم ناغاهیه. یعنی شما دو تا تیقه قیچی هستن که با همدیگه حقیقت دارن قیچی میکنن ما هر شکل دانایی باعث واکسیناسیون ما میشه ما با قرنطینه نمیتونیم یه جامعه رو ابلاز آگاهی به عقب برونیم چون ممکنه اشتباهی که ما میکنیم که شناخت کافی و آگاهانه باشه به لج بازی های فردی و گروهی بی یعنی بدون اینکه بدونیم چون دوست نداریم پرسپولیسی باشیم میریم استقلالی میشیم چون دوست نداریم استقلالی باشیم پرسپولیسی میشیم یعنی از قبل تعیین میکنه فقط در واقع شکل جایگاهی که داریم و دوستش داریم به ما تعیین میکنه که چه چی چیزی رو دوست بداریم یا ازش متنفر باشیم چقدر به نظر این اتفاق خوبیه به خاطر اینکه حالا شما لطفا اصلاح کنید اگه حرف من اشتباس فکر میکنم که تمام آثار انسانی رو تمام آثار این جهانی رو میشه آدم فکر کنه بهشون میشه نقد کنه میشه بگه که از کجا اومدن علل تولید و در واقع پیدایششون چی بوده و حتی آدم بگه من اینو دوست دارم یا دوست ندارم و دربارهش صحبت کرد یعنی آثار این جهانی نباید نه دورش حاله قدسی در واقع قرار بگیره و نه حاله دوباره غیر قدسی که دست نیافتنی بشه سالهای سال پیش یه منتقد بزرگی به اسم تغییر رفعت که جزو منتقدهای بزرگ و نسل اول نقد نویساز اومد و یه کمی مشکل داشت با سعدی با سعدی بزرگ سعدی خیلی بزرگ و یه عده بسیار براشفته شدن چون اینقدر مقام سعدی رو بزرگ میدونستن که میگفتن یه جوونی مثل تغییر رفت اصلا اجازه نداره وارد ساحت سعدی بشه در صورتی که یه عده دیگه گفتن بذارین حالا حرفای این رو هم بشنویم و بعد دوباره به سع... که واقعا هم اشکاری نداشت یعنی سعدی الان جایگاه خودش رو داره نقدهای های تغییر رفعت هم شده نه از جایگاه سعدی کم شد نه نگاه کردن دوباره به سعدی شاید حتی, حتما... حتی به اهمیت سعدی اضافه کرد که کم نکرد من میتونم یه طور دیگه به این شکل بپردازم قبلا هم خدمتون حالا یه صحبت خیلی کوتاه تلفنی داشتم گفتم نگاه کنید مشکل جامعه ما اینه که به خود واقعی هدایت نمیپردازیم ما به حواشی که دوست داریم میپردازیم یعنی نقد صحیح از فرد نداریم گفتم هدایت کردیم یه بمب بعضی اون میخوایم قایمش کنیم تو زیر زمین کسی نمینتش باش صحبت نشه یه دم میخوایم بیاریم بیرون سر لجوازی به اونایی که میخوام بکنن تو زیر زمین منفجرش میخوایم بکنیم در هر دو مورد نابودیه دستی که هدایت رو ما به عنوان یه انسان یه نویسنده در نظر بگیریم علاوه تکنیکای داستان نویسی یا الگوهایی داره که میتونیم اونا رو استفاده بکنیم و جلوتر حرکت کنیم بعد از 80 خورده ای سال و عبرتایی هم داره مثل هر انسانی که اشتباهاتی داره فلان داره نکنه هدایت چون در دوره خودش به عنوان که اولین گروه دانشجو رفتن اروپا مثل کسی که رفته تو قاره علی بابا و چلوز بغداد هر چیزی تو جوش پر کرده و ورده خوبم تونسته ایرانیزه کنه ولی کسی که به نظر من سوالای خوبی مطرح میکنه یقینا نمیتونه دلالت بر داشته باشه که حتما جوابای خوبی به اون سوالا داده باشه این یه حرکته ما متاسفانه چون سوالات سوالات ما هم هست در هر دوره ای هر انسانی این رو تقارن بخشید ما اینکه حتما جوابا هم درسته به نظر باید کنکاش بشه بحث بشه بررسی بشه توی محیط کاملا شما تو این کتاب چیکار کردین و چند سال وقت گذاشتید ای. و چه کردید و چی نشون دادید کنید من یه مثال میزنم ما درختی داریم به نام هدایت که میوهی به نام بوفکور داده اکثر مطلق نقد هایی که ما در مورد بوفکور داریم اینه که وقتی میوهای به نام بوفکور را گاز دادن چه مزه ای رو برداشت کردن در نهایت که خیلی خواستیم صادق باشیم این رو که اون مزه رو گزارش کردیم من اصلا به مزه که من شما برداشت من کاری ندارم من میگم این میوه قبل اینکه برداشت بشه یا گاز زده بشه چگونه شکل گرفته با یه مهندسی م... گرفته. آره. با مهندسی محکوس. نگاه کنید من یه مثال براتون میزنم تو کشور ما بحثی از به نام نظریه مرگ معلف ما میایم در مورد آثار میگیم ما کار به معلف نداریم معلف مطلق میذاریم کنار به عنوان منتقد که بین اثر و مخاطب هیچ فاصله وجود نداشته باشه تا اینجا کار میتونیم این رو داشته باشیم ولی اشکال اینجاست که اون منتقدی که این رو خودش مطرح میکنه خودش این دفعه میاد جای معلف میشینه خودش میاد فیلتر واسط میشه اگر قرار هیچ فیلتری وجود نداشته باشه پس شما منتقد هم حق ندارید وسط قرار بگیرید و اگر قرار کسی بنشیند به بهتر از خود معلف کسی نیست ولی مهم اینجاست که ما اصلا سوالمون غلطه ما اینجا سؤال داریم که هدایت که بود و چگونه نوشت بوفکور را نه اینکه از بوفکور چه برداشتی میتوان کرد این دو تا سوال بعد هم منفک کنیم بریم ما اجتماعا با هر کدوم از این سوالا میریم جواب دیگری رو در مقابل مساویس قرار میریم بفهمین اگر که کتاب که لو نمیره وقت اینقدر خوندنی هست و اینقدر استنادات جالبی داره فیلم هم داره که فیلم هم دوباره خیلی زوایای جالبی داره یعنی بر من واقعا اه، گفتم اه چقدر جالب چقدر دقیق بررسی شده حالا دربارش صحبت میکنیم ولی از زبان خودتون کد 24 چیست و بوفکور چگونه ساخته و پرداخته شد نه کنید من یه جمله خود هدایت استفاده کردم میگه وقتی با یکی میخوای وارد بحث بشی تو مرحوم نیستن دیگه وقتی مرحوم نیستن من حق ندارم در واقع در بحثی وارد که ایشون نمیتونن خودش دفاع کنه بنظرم خیلی ناجوان مردانه است ایشون یه جمله‌ای داره در, در واقع درباره مرحوم کافکا میگه وقتی میتوان در مورد زندگی و آثار کافکا حکم قطعی کرد بهشتان حکم قطعی کرد که زمان و سرزمینی را که در آن میزیسته می در نظر گرفت من همین کار کردم یعنی اومدم یه منحنی کشیدم تمام آثار رو روی منحنی بردم تمام مسائلی هم که تو زندگیش رخ داده ایشون میگه من سر یک عشق دو بار خودکشی کردم که 24 ماه طول کشید من این خودکشی رو پیدا کردم آثار قبل و بعد رو نه بر اساس زمان چاپ بر اساس زمان نگارش آوردم و دیدم تغییرات زندگیشون چه تأثیری در نگارشش داره مثلا بعد از خودکشی اول میبینیم 11 داستان نوشته میشه که از جمله به که در مورد نظاره خیانته قبل از خودکشی اول ما چیزی به نام نظاره خیانت رو اصلا در آثار هدایت نه این که عدد بیست و چهار دو و چهار دویی که کنارش یه چهار قرار میگیره انواع و اقسام دو سال و چهار ماه نمیدونم رقمی که دو و چهار بیست و چهار اینقدر توی آثار هدایت زیاد تکرار شده یه جوری به مسئله بزرگ زندگیش که این عشق عشق نافرجامش بوده در بیست و چهار ماه ربط داشته احتمالاً نه چون خودشون میگن به یکی از دوستاشو و وقتی ما کلید رو میندازیم به قفل میدونیم تمام قفلای ما رو باز میکنه نه اینکه صرفا احتمالا گفته ما در واقع تمام صحبت که تو این کتاب شده این نیست که از دیدگاه دیگرانی که نشدن هرچی خود هدایت گفته یا تو آثارش نوشته ما اونا رو اصل قرار دادیم چقدر اون بعد... کتاب کتاب خوبیه کتاب بلد. دیدار و گفتگو با ف... هدایت مال آقای فرزانه که نشر مرکز هم در آورده واقعا یک کتابی که یه آدمی که مدت زیادی با هدایت دم خور بوده نوشته و خیلی به سلوک و خلق و خوب و عادات و چیزی که تو این کتاب هم خیلی در صحبت میشه اینکه چقدر هدایت اهل فیلم دیدن و سینما رفتن بوده اون که تو خونه نمیشده ولی یکی از مهمترین سرگرمی های هدایت به خصوص در دوره ای که پاریس زندگی میکرده سینما رفتن بوده خب یکی از مثالی که تو کتاب یکی از لایه‌های دیگه بهش پرداخته شده در واقع تاثیر خیلی شدید هدایت از فیلمایی بوده که تو زندگیش تو پاریس دیده بوده که حالا میتونیم چند تا از کلیپاش هم ببینیم حتما پس ها رو ببینیم منم برم برای شما چای یا دمنوشه که رسم متداول برنامه ماست بیارم و ادامه بدیم هرچی مفتیه جفتش مفت خب بیار هر دو رو می‌کنی <laughs> نه بابا. دم بس. دم بس. دم بس. پس کلیپو ببینی منم برم بیارم دیدم یک کالسکه نشکش کهنه و اسقات دم در است که به آن دو اسب سیاه لاغر مثل تشریح بسته شده بود پیرمرد قوز کرده آن بالا روی نشیمن نشسته بود و یک شلاق بلند در دست داشت شلاق در هوا صدا کرد از پا نفس زنان به راه افتادند مه قلیز اطراف جاده را فرا گرفته بود کالسکه با سرعت و راحتی مخصوصی از کوه و دشت و رودخانه می گذشت. اطراف من یک چشمنداز جدید و بیمانندی پیدا بود که نه در خواب و نه در بیداری دیده بودم های بریده بریده درخت های عجیب و غریب توسری خورده نفرین زده از دو جانب جاده پیدا که از لابلای آن خانه های خاکستری رنگ به اشکال سگوشه، مکعب و منشور با پنجره های کوتاه و تاریک بدون شیشه دیده می نمیدانستم که او مرا می بیند یا نه صدایم را می توانست بشنود یا نه او بدون اراده مانند یک نفر خوابگرد آمده بود و اگر حالا تصمیم گرفتم که بنویسم فقط برای این است که خودم را به سایه هم معرفی بکنم سایه ای که روی دیوار خمیده و مثل این است که هر چه می نویسم با اشتهای هر چه تمامتر می بله. خیلی جالب بود و این خیلی جالب بودن توی کتاب یعنی در واقع تلفیق فیلم و کتاب خیلی بیشترم میشه واقعا تا قبل از خوندن این کتاب نمیدونستم که خیلی از منابع الهام هدایت کجا بوده اصلا نمیخوام ارزش گذاری کنم که خوبه یا بده ولی اینکه اینقدر تحت تاثیر سینمای اکسپرسیونیست اون موقع بوده توی پاریس مثلا فیلم فیلم های مورنا او مثل نوسفراتو رو دیده یا فیلم گلوم واگنر رو دیده و بعد یه جاهایش رو خیلی 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 نزدیک به اون اومده و تو کتاب توی بوفکور استفاده کرده که لزوما نه بد نه خوب ما باید کلیت کتاب رو در نظر بگیریم ولی استفاده کرده و توی کتاب و این نشون دادین اولین باری بود که بعد از خوندن این کتاب با اینا داشتم مواجه می شده. نه. لطفا در برای شما صحبت می کنید این بس به نگاه آدم برمیگرده. خب مگر من نوشتن خوندن از آسمان و فضا یاد گرفتم مگر من استفاده از رو از آسمان و فضا به من وعی شده ما از جز حتی به عنوان آدم معتقد مذهبی میگیم تنها کسایی که بهشون وعی میشه پیام برم. ما که جز پیام برا که نیستم از گذشتگانمون یاد میره. موضوع آگاهان استفاده کردن از تجربیات دیگران من عرض کردم خدمتون فکر بکنید موقعی که هدایت میره اروپا و با سینما آشنا میشه ما هنوز سینمایی نداریم و فیلمایی که موقع در واقع ساخته میشدن از زمان خودشون خیلی جلوتر بودن خب هدایت تاثیر گرفته اومده این داستان ها رو ایرانیزه کرده استفاده کرد مهم اینه که ما وقتی به این آثار برخورد میکنیم برای خودمون تلقی غیر از تلقی هدایت نداشته باشیم میخوایم دوباره هدایت صحبت کنیم اجازه و فرصت بش بدیم صحبت بکنیم موضوع مهم اینه که بازم عرض میکنم فکر نکنین اینا وحی منزل بوده ما با یه نیروی ماورایی با هدایت رو هدایت یه نویسنده است استفاده کرده از آثار زمان خودش چه حالا فیلم کتاب ما اینجا بیشتر به و شخصیت‌ها از اونجا آورده شاید فرقی که این فیلم ها میکنه با بقیه آثار مکتوب شعرهایی که داره استفاده کرده اینه که شخصیت ها رو دقیقا از اونجا آورده و ما اگه شخصیت ها رو بشنویسیم میتونیم هدف ادایت از نوشتن دستمون بیاد وقتی میاد از دراکولا استفاده میکنه وقتی میاد بقول شما از گلم استفاده میکنه و قضای دیگه میاد تو داستان عروسک از فیلم عروسک نوشته در واقع کتاب می... خوب نشون دادین یعنی آدم میگه که واقعا استفاده شده و معلومه و اتفاقا هدایت حالا اون موقع که کپیرایت نبوده و دسترسی هم نبوده ولی تو صحبت هایی که با دوستاش داشته و توی کتابم هست بهشون به اونا گفته گفته من آنف. این فیلم ها رو دیدم و دوست داشتم و تحت تاثیرشون قرار گرفتم آره نگاه اصلا بحث صداقت عدم صداقت افراد نیست گفتم یه مهندسی معکوسه تو مهندسی معکوس شما یه آیسی هم ممکنه یه برای یک ابزار الکترونیکی جای جایی بخرید بیارید استفاده کنه مهم اینه که من مخاطب اشتباه نکنم برداشتای غلط نکنم گفتم هدایت رو ما یک کسی که با خرافه در واقع درگیره و مشکل داره رو میشناسیم ممکنه ما تو کتاب که بخونیم احساس کنیم خب دراکولا هم یه خرافاته دراکولا هم تمامی حیثیت ذهنی ما رو تحت تاثیر قرار بده یه بزرگی میفرماید بحث جبر و اختیاره که خیلی من دوست دارم میگه که جبر مثل دیواری که عمرش به سر اومده و باید فرو بریزه در اثر در واقع جاذبه زمین بارونی که اومده اختیارم شما که میتونه زیرش بیسید یا برید تعمیرش کنید ازش کنار برید هر دوتا لازم و ملزوم هم ما نمیتونیم بیایم در مورد موضوعات وقتی صحبت میکنیم همه چیز رو مطلق مثلا ما میگیم خدایا اختیار مطلق به ما بده ما یه دستگاه هیپوتالاموس تو گردنمون داریم قده میلیاردها میلیارد داره بدن ما رو کنترل میکنه خدا میگه اختیار مطلق میخوای باشه من ازت میگیرم شما خودت بپرداز بعد ما نگاه کنه چهار تا حرکت بیرونی به ما واگذار شده ما نمیتونیم انجام شده ما یه سرما که میخوریم تمام داروهای جهان میخوریم که دوباره به او اتوماتیک قبلی برگرده بعد اصلا ما موضوعاتی که واردش میشیم مطلق نگری صرف در موردش انجام به نظر من کسی که کتاب میخونه از خود مثلاق که هدایته مهمتر این روش تقیقه میتونه در مورد آثار دیگران افکار خودش زندگی خودش هم استفاده بکنه که من خودم که الان اینجا نشستم اینجوری نشستم اینجوری پوشیدم منم یه پیشینه‌ای ای برام وجود داره ببینم این ریشه ها کجاست و یه نگاهی بهش بتونم بکنم خیلی کار مهمیه یعنی این که نگاه کنید هر چیزی رو میشه مهندسی معکوس کرد با یه شرط خود ناخداگامون که زود دوست داره در مورد موضوعات قضاوت کنه رو قفل کنیم لاکش کنیم یعنی چه نگاه کنید تو بعضی از موضوعات فکر می‌کنه یه خانمی با شورش دعوا داره سر یک موضوعی مثلا چه می‌دونیم آقا میره یه مهمونیه که خانم دوست نداره ساعت 6 بعد از ظهر که بعد از سر اداره برگرده به این خانم به شورش زنگ بزنه ببین موبایلش خاموشه 6:30 شد 7 شد موبایل روشن شد اولین گزینه ذهنش چیه یعنی که اون آقا رفته دو مالی خودش ما باید اولین کاری که میکنیم این ناخداگاه قضاوت کردن رو خودمون ببندیم آقا شاید تصادف کرده شاید باتری موبایلش تمام شده خیلی شاید های دیگه هم وجود من با... اینو بگم از طرفتون که برای من خیلی جالب بود که آقای حبیب احمدزاده با سبقه ای که دارن کتابی که نوشتن رفتن و سالها روی هدایت کار کردن این خیلی خود این نکته برای من جالب بود خب من چون برای خودم این بود که بوفکور کور من کتاب هدایت رو شاید سال سوم دبستان تو آبادان به من داده بودم خوندم اون معلمایی که داشتیم من بوفکورم به من دادن خیلی جالبه شما من 5 سالگی گفتم رفتم برم مدرسه بعد من بوفکوری چی نفهمیدم چند صفحه این مون بعد از دا که داتان شهر جنگی منتشر شده بود و شطرنگ با ماشین قیامت من نوشته بودم ولی چاپ نشده بود یه توی کلاس داستان نویسی به من به چشم پیرمرد نگاه میکنن گفتم آقا هفته آینده می‌خوام درباره کور بحث بکنم گفتم من نخوندم این گفتم نخوندم انگار که مثلا یک نفر از ارش به حزیز ذلت خورد گفتم مگر میش آره گفتم آقا بدید بخونم نخوندم نخوندیم دیگه با خودم که دروغ نبات بگم من خوندم چون قبلا این فیلم ها رو دیده بودم و یه تسلط رو این فیلم ها رو تاریخ سینما و سینما اکسپرسیونیست خب من شخصیت پیرمرد خنزرپنزری تو رگه به اینا پیدا کردم صبح به یه دوستی گفتم او به من اصلا وارد بحث نشو دنبال در سر هم بگه همین وریا میزنن تا مو کار خودت بکن خودی انگار باعث لنج بازی من شد میگم من چیکار میخوام بکنم دستم کردم تو جمهور رفتم دنبال و کارو. خود. برای دل خودم انجام دادم این خیلی برام مهمه لذت کشف رو بر خودم دوست داشتم چرا میگیم نمیشه بفهمیم؟ چرا میگیم فلان خب رفتم جوله دیدم همه چی جلو چشه بریم مشکل همو پیش قضاوتاست ما دوست وقتی که آدم قضاوت داره در مورد یه چیزی به تعقیق شروع میکنه او چیزایی که به نفعش پررنگ‌تر می‌بینه، او چیزایی که دوست نداره کم رنگتر. خود به خود قضاوت به چی میرسه؟ به همونی که نباید برسه. چیزی غیر از حقیقت. ببین من چون نه با هدایت مشکل شخصی داشتم، نه چش میگم باعث شروع جنگ هشت ایران عراق شد و که مثلا میگم خونه و کشته بابا من نظر قهر کرده مثلا یا قضاوت دیگه. به وقتی هم کش رسیدم، هدایت به من یه آدم شد که تو زمان خودش سوالای خوبی مطرح میکنه ولی اشتباهی که فکر کنیم به واسطه این سوالای خوب حتما جواب خوبی بهش داده یعنی شما با خود خانواده ادارت هم صحبت کنی مثلا خودکشی ایشون رو بر نمیتونن قبول نمیکنن که باید این راه رو رفت بگن بعد اون تمام خاندان داد خودکشی کرده باشه مثلا ما اصلا نمیریم با هم رو در رو چش در چش صحبت نمیکنیم که اصلا مشکل کجاست ادارت یه نویسنده است ما تو این نویسندگیش میتونیم تکنیکاش رو به عنوان الگو استفاده بکنیم مثل هر نویسنده دیگه حتی اشکالات اشکالاتش هم عرض کنیم که هست خیلی موضوعات هم میتونه تو زبانشون پیدا بکنیم حالا به نسبت زمان خودش و یه آدمی که مثل هر از ماها شما از من شما میتونه عبرت هم باشه یه سری از رفتارهای زندگیمون خیلی از ماها ادعای دموکراسی میکنیم رفع مشکلات جهانی رو بریم میرید خانواده خودمون اولین ظالم خانواده خودمونیم مثلا یا با دوستمونیم اصلا معلوم نیست این تفاوت هایی که متاسفانه وجود داره بعد من بیشتری بوده که ما یه روش شناخت پیدا کنیم که بشه بهش اعتماد کرد و کاش این روش شناخت بشه درباره دیگران هم به کار برد یعنی ما بیایم ادبیات معاصرمون اگه میخوایم بررسی کنیم که دیگه الان یواش یواش وقتشه بعد از حدود بیشتر از 100 سال که از چیزی به اسم ادبیات معاصر چه در شعر شعر نیمایی و شعر نو و چه در, در واقع ادبیات داستانیمون میگذره الان باید بیایم کسایی رو که در واقع نسل اول بودن رو دیگه بررسی بکنیم جمال زاده رو هدایت و صادق چوبک و نمیدونم بزرگ علوی و بیایم جلو و این به نظر من یک کار بزرگی بوده که شما کردی جدی لطف شما فقط موضوع رو بکنم که گفتم بزرگترین چیز خودم این بود که من خودم رو زیزره و زینب تو بحث نمیبینم ببرید دل خودم کردن یعنی جایی چون به من سفارش نداده بود چه از این سم چه از اون سم من راحت بودم من تو کارهای خودم طول زمان برام مهم نیست مهم اینه که وقتی تمام شد احساس میکنم 100 سال آینده نواها نتیجه ها هر کس آشنان میانی میخونن احساس نکنم من آدم در واقع بی‌انصافی بودم و میتونستم بهتر کار کنم اگر ضعفیات خب ضعف وجودی خودمه ولی این نبوده که با پیش قرار داد بیان صحبت کنم به خاطر همین من فکر می کنم اگه کسی کتاب بخونه و فیلمی که آقای سینایی به اساس این کتاب ساخته و در اون نرم افزار کتاب بتونه نصب بکنه اون فیلم های واقع رو ببینه متوجه میشه که میشه با همه موضوعات منطقی برخورد کرد من یه مثال براتون میزنم بله بله من بچه مونم افتخارم به نظر من دین من گوشت خوک یا گرات حرومه ولی دیگه یه تیکه گوشت گراز به من دادن یه تیکه گوشت گوسفند به من گفتن در کدومش کرمتریشن وجود داره من تا قبل از اینکه زیر میکروسکوپ نظارم حق ندارم بگم حتما بنابر اعتقادات مذهبی من گوشت خوک دارای تریشین هست و گوشت گوسفند حاوی کرمتریشن نیست چون خیلی عوامل دخالت داره نگهداری این گوشت در سردخونه بوده نبوده قبلا خود اون دام زنده در معرض این کرم بوده نبوده انصاف همینجاست یعنی من این گوشت رو نمیخورم ولی بله حق هم ندارم قبلی که این تیکه گوشت رو با اون تیکه گوشت رو بدارم میکروسکوپ در واردش قضاوت غلط کنم همونطوری که گفتم این موضوع در مورد روشن فکری ما هم هست یعنی نگاه همون نگاهی که شما میگید که حبیب احمدزاده با سابقه فنان من انتظار ندارم چون هیچ وقت گروه های اجتماعی ما ننشستن در مورد موضوعات با هم دیگه صحبت بکنن و احساس بکنیم میتونیم انصاف رو پایه قرار بدیم و در مورد موضوعات صحبت کنیم این نگاهی که به همه به همدیگه داریم باید میشه که هیچوقت وقت موضوعات درست تجزیه و تحلیل نشه یعنی گاهی وقتا باید از این نگاهمون رو بی‌طرفانش بکنیم و بعد اگر می‌خوایم پژوهش انجام بدیم سراغ موضوع پژوهش آره گفتم اون پیش قضاوته. یعنی موضوعی که ربط و دخیل نیست داخل به موضوع الان نداره درش دخالت نده آقای احمدی واقعا از ته دلم آرزو می‌کنم این اتفاق بیفته یعنی توی پژوهش‌ها فارغ از هر نوع نگاهی پژوهشگر گر باشیم و بعد نگاه شخصی خودمون رو بتونیم دقیقتر انتخاب بکنیم و بریم سراغش اجازه بدید من یه دفعه فصلای این کتابو از اینجا خوبش. پاریس و حلقه گم شده که داره نقش پاریس و ای که هدایت در پاریس زندگی میکرد رو میگه روابط بینامتنی و عناصر میان فرهنگی در هنر و توی این فصل نشون داده شده که چقدر هدایت اصولا خودش به روابط بینامتنی اعتقاد داشته و چقدر توی کاراش برای روابط بینامتنی در واقع کار کرده هدایت به هند سفر کرده به پاریس سفر کرده زبان پهلوی رو یاد گرفته روی ادبیات کهن ایران که از دوره پهلوی بوده کار کرده به ادبیات روز دنیا به شدت تسلط داشته و به ادبیات کهن ایران این فصل که خیلی خیلی فصل جذاب یه سینمای اکسپرسیونیستی در دهه 1920 که توی بخش فیلم‌های واقعیت افسوده کتاب خیلی جالب نشون داده که سینمای اکسپرسیونیستی آلمان که اون موقع داشتن فیلماشو در فرانسه نشون میدادن چه تأثیری روی جهان ذهنی هدایت داشته یعنی حتی مثلا این تصویری که جلد کتاب هم هست که به قلم خود صادق هدایته یه جایی توی کتاب نشون داده شده که چقدر تحت تأثیر قهرمانهای های سینمای اکسپرسیونیست آلمان هستش یعنی چنگال ها یا حالت چشم ها چقدر تحت تاثیر بوده و این اصلا بد یا خوب نیست همه اصولا همینجور که آقای احمدزاده گفتن الهام گرفتن بررسی دقیق تری شده از اینجا رو رد کردم تاثیر پذیری هدایت از یک فیلم دیگر گلم یا غلام بعد بررسی دقیق تر تأثیر پذیری ها به مسئله عشق هدایت اشاره شده در کتاب به در واقع دوره ای که هدایت به هند سفر میکنه و تاثیراتی از فرهنگ هند در داستانهاش میگیره و بعد مسئله زندگی شخصیش که چجوری در زندگی شخصی و خانوادگیش و زندگی... فردی به اسم صادقه هدایت و مسائلی که براش پیش اومده چجوری همه اینها با هم توی ذهن یک نویسنده جمع شده کامل شده و قصه های مختلفش که یکی از مهمتریناش و یکی از تأثیر گذارترینهاش بوف کور بوده شکل گرفته حالا ما میتونیم با داشتن اون پیشینه بیایم بوف کور رو بخونیم و مثل خیلی از بزرگان دوست داشته باشیم و یا مثل خیلی از بزرگان دوست نداشته باشیم ها من یه سوالی که از اینجاست که ما در واقع کتاب طوری نوشته شده اولا راحت خون باشه خوش باشه یعنی یه یعن نفری که سوار متروه قد حواشین که داستان نداشته باشه مد که نتونه بخون راحت بتونه مثلا تو یه سفر نیم ساعته ربع ساعته کتاب رو بخش اعظمش بخونه برم خیلی مهم بوده دوم موضوع اینجاست که ما باید این بحث خوش آمدن یا خوش نامدن رو در جای دیگه بهش بپردازیم در موقع شناخت ما یه در پژوهش آره. بعدا که پژوهش رو گذاشتیم کنار حاصل پژوهش رو میگه داشتیم تو آره. نمون. حالا به عنوان یه خواننده یه دعوای دیگه هست. اصلا هست. حالا من از خود شما به عنوان یه خواننده که در واقع به خاطر رفاقت و این قضایه شما شروع کرد کتاب خوندن قبل از خوندن این کتاب چه احساسی درباره کتاب داشتید بعد اینکه کتاب خوندید در مورد کتاب و در مورد خود هدایت یعنی من هم شما رو به عنوان یه الگو قرار بدم تو ماجرا خودتون به صورت طبیعی چه رخ دادی در شما من الگوی مناسبی که نیستم این نظر لطف شماست ولی نظر شخصی با که دوست ندارم بگم چون پرسیدین ولی میگم چون اصولا نظر شخصی من خب <applause> نظر شخصی من ترجمه دادم جلو دوربین نباشم ولی چشم میگم این کتابی که خوندم خیلی برام جالب بود یعنی واقعا من نمیدونستم سرچشم میدونستم هدایت تحت تاثیر تفکر اون دوره که سفر به هند کرده تحت تاثیر اون بوده میدونستم که به ادبیات دنیا و ادبیات اون موقع جهان به خصوص که به زبان فرانسه بوده مسلط بوده میدونستم که به شدت تحت تاثیر ادبیات دوره پهلوی یعنی زبان پهلوی نه دوره سلطنت پهلوی زبان پهلوی. ادبیات کهنه در واقع قبل از اسلام ایران بوده و حتی اینا یاد گرفته ولی نمیدونستم اصلا اصلا این میزان تاثیرپذیری از سینمای اکسپرسیونیستو که خیلی خیلی هم زیاد بوده خیلی خیلی زیاد بوده یعنی وقتی هم من سینمای اکسپرسیونیست یه ذره میشناختم کمی ولی اینجا واقعا تطبیقی بررسی شده بود یعنی کنار هم گذاشته بودی و خیلی جا منطبق شده بود بر هم این برای من خیلی خیلی شما سنادا مجاب کننده بود بله برای من به شدت مجاب کننده بود من یه نکته مثلا بگم ما نکنه یه موضوعی که وجود داره مثلا در مورد خیلی از افراد ما اقراق میکنه هدایت چون میگم خیلی سعی کردم واقعا خیلی بیشتر از چیزی که تو کتاب اول بدونم هدایت سعی میکنه پهلوی رو یاد بگیره کتابی هم که هدایت درباره پهلوی داده بیشتر بهتر بگیم که ترجمه‌ای که بهرام گورنگل ساریا تو هفته یک روزی که هدایت با قطار میرفته پلوش شروع کرده بوده به یاد گرفتن در, در حال آموزش بوده. در حال آموزش بوده نگاه کنید و همه اون اومت، متونی رو که ما می‌بینیم اکثرنش قبلا توسط بهرام گورنگل ساریا ترجمه شده و هدایت بشون و متونی رو که دوست داشت که از میگیره که با انگلیسی داشته و, میاره تو کتابش میدونی چی میگم این با پهلوی دانستن دو تاست میدونی این رو که دارم عرض میکنم چیزی از هدایت کم نمیکنه ولی آدم هدایت یه آدم بی حوصله بوده یعنی خیلی آدمی نبوده که بیاد واقعا مثلا چند سال وقت بذاره به خاطر حالا تشات تا تو تات روی هر مسئله که براش پیش می اومده یا چنگ به این میزده یا چنگ به اون موضوعات میزده و حرکت میکرده یک از اشکالاتی که ما داریم تو بحث تو همینه یعنی یه دفعه میگه مثلا فلانی مثلا این هست تو ده من نمیخوام خدا نکرد رو با در تو ده با آمپول زن دکتر من میگم نه هدایت بسیار در زمان خودش سوالات خیلی خوبی داره پیشروانه ای داره که این سوالات پیشروانه اون رو مجذبه میکنه ولی کن باید بگردیم این سوالات جواب امروز ما رسن میده یا چون فقط خوشحالیم با دیگران متفاوته این جوابا رو برمیگزینیم من میگم به جواباش هم فکر کنیم هم قطعا درسته ها. و قطعا جواب های اون زمان و اون آدم جواب های بقیه و این زمان نیست جواب های اون آدم در اون زمان چون تحقیقات بی این رو عرض کرد بسیار هم عالی خیلی برنامه متفاوتی بود خیلی ممنون که این تحقیق مفصل و در این حال به شدت موجز شده و خواندنی رو در اختیار ما قرار دادید آش. و خیلی ممنون که دوباره به برنامه ما اومدین امیدوارم این برنامه کلیدی باشه برای کسایی که دوست دارن با نگاهی دوباره با چشمهایی شسته شده حالا هدایت رو بخونن خیلی آفه. خیلی ممنونم حالا میشه دیگه حتما نوش جانتون